لحظه تاریخی، مسی برای پی‌اس‌جی باز زمین رفت. اولین بازی ستاره آرژانتینی برای باشگاهی به غیر از بارسلونا. بارسلونا 2-1، بارسا مرد تا برد. امباپه رئال، یا امشب یا هیچ وقت دیگر. حرف تلخ پپ با رونالدو، چرا کریستیانو با سیتی نرفت. واکنش کومان با سوت‌های اعتراضی علیه گریزمان. رونالد کومان سرمربی بارسلونا و ستاره فرانسوی خود یعنی آنتوان گریزمان حمایت کرد. شاگردان رونالد کومان که در مسابقه قبلی خود مقابل اتلتیک بیلبائو متوقف شده بودند، امشب با انگیزه پیروزی برابر خطافه پا به زمین مسابقه گذاشتند و نهایتاً موفق شدند. در یک بازی بسیار نزدیک و دشوار حریف خود را با نتیجه 2-1 شکست داده و 7 امتیازی شوند. رونالد کومان سرمربی بارسلونا در پایان بازی گفت: ما در نیمه دوم بازی با توپ کمتری داشتیم، اما این پیروزی یک گام بزرگ برای ما بود. ما میدونستیم که باید چگونه بازی کنیم تا به پیروزی برسیم. سرجیو دست امروز به عنوان یک ونگر بازی کرد، اما نمیدانم که یا میدانید او در تمام طول حرفه خود در این پست بازی کرده یا خیر. با توجه به صورت دست، ما میخواستیم حملات خود را افزایش دهیم و در ضد حملات بهتر عمل کنیم. به طور کلی او عمل کرده خیلی خوبی داشت. سود زدن هواداران علیه آنتوان گریزمان. من هرگز نمیتوانم سود زدن علیه بازیکنان را درک کنم. سود زدن هواداران برای آنتوان گریزمان اصلا خوب نیست. اگر او نگرش درستی نداشته باشد و تلاش کافی انجام ندهد، شما میتوانید علیه او سود بزنید. این فقط یک بازی هست. مانند همه بازیکنان هجومی، امیدوارم او گل بزند. اگر نگرش یک بازیکن مثل گریزمان درست باشد، من میتوانم از او بخواهم که در هر بازی 4 گل بزند. اما باید به این نکته هم توجه کرد که ما در مسابقه امشب موقعیت زیادی نداشتیم. روزهای پایانی نقل انتقالات. من از باشگاه چیزی نمیخواهم. ما مدتی است که با هم کار میکنیم و همیشه سعی میکنم با وضوح صحبت کنم و وضعیت مالی باشگاه را درک کنم. البته با نگاه به تیم بازیکنان مصدومی که امروز در اختیار نداشتیم، میتوانم بگویم که برد مهم هست. باشگاه میداند که ما 3 یا 4 روز دیگر فرصت داریم. امیدوارم بتوانیم تیم را تغییر دهیم، اما اگر این امکان وجود ندارد، ما به کار خود ادامه میدهیم. امباپه رئال، یا امشب یا هیچ وقت دیگر. رسانه‌های معتبری در فرانسه و اسپانیا تایید کردند که پی‌اس‌جی تنها امشب فرصت دارد تا به پیشنهاد رئال مادرید در خصوص امباپه پاسخ دهند. شماره از نشریات فرانسوی با تایید برنامه پر مخاطب الچرنگتو و جوزپه پدرول، رئال مادرید تنها تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز به وقت محلی 23 به وقت کابل منتظر پاسخ پاریس سن ژرمن به آخرین پیشنهاد ارائه شده خواهد ماند. این در حالی است که پدرول مجری برنامه احتمال انتقال امباپه به سانتیاگو برنابئو را در فرصت باقی مانده تا پایان فصل نقل انتقالات تابستانی را 50% دانسته است. روز گذشته پوچتینو در نشست خبری مدعی شد ستاره فرانسوی هرگز با باشگاه نگفته است که میخواهد جدا شود. این ادعاها در حال مطرح می شود که امباپه امشب در بازی مقابل رمز در هفته 4 لیگ یک فرانسه به میدان رفت و با ثمر رساندن گل بسیار خوش درخشید. در حال حاضر تمام دنیا در انتظار این انتقال بزرگ هستند و باید در ساعت باقی مانده این اتفاق خواهد افتاد یا خیر. حرف تلخ پپ با رونالدو، چرا کریستیانو با سیتی نرفت. به نظر میرسد یک مکالمه تلفنی میان رونالدو و پپ سرمربی سیتیزن ها باعث شد تا ستاره پرتغالی به جای رفتن به جمع سیتیزن ها به تیم سابق خود بپیوندد. چند روز پیش رونالدو تا پیوستن به منچستر سیتی و حضور در جمع شاگردان گواردیولا فاصله ای نداشت، اما طبق مطلبی که روزنامه لا رپوبلیکا در ایتالیا منتشر کرد، پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی اصلا استقبال گرمی از این بازیکن نداشته و به همین دلیل کریستیانو تصمیم گرفت در این تیم حضور پیدا نکند. این رسانه ادعا کرده که پپ در تماس تلفنی با رونالدو به او گفته است: اگر اینجا حضور پیدا کنی، راهی برای زندگی کنار هم پیدا میکنیم، اما هیچ چیز را نمیتوانم به تو تضمین دهم. و نظر میرسد این صحبت و واکنش پپ و آغوش نچندان بازی او برای رونالدو باعث شده تا این فوق ستاره پرتغالی با تغییر مسیر راهی تیم سابق شود. لحظه تاریخی، مسی برای پی‌اس‌جی باز زمین رفت. اولین بازی ستاره آرژانتینی برای باشگاهی به غیر از بارسلونا. لیونل مسی ستاره سابق بارسلونا امشب در دیدار مقابل ریمز برای اولین بار با پیراهن پاریس سن ژرمن به میدان رفت.
دیدار پاریس سن ژرمن و ریمز از هفته چهارم رقابت‌های لیگ فرانسه میتوانست یک دیدار کم اهمیت باشد که مانند صدها دیدار دیگر خاطره از آن در یادها نماند. اما دیدار امشب پاریسی‌ها را نه تنها طرفداران این باشگاه که فوتبال دوستان در سراسر دنیا به خاطر خواهند داشت، آن هم نه به خاطر نتیجه آن یا به ثمر رسیدن گل فراموش نشدنی، بلکه به خاطر تعویضی که در دقیقه 66 انجام شد و لیونل مسی ستاره آرژانتینی که نامش برای سال‌ها با باشگاه بارسلونا گره خورده بود امشب برای اولین بار برای پی اس جی به میدان رفت. حتی با اینکه مسی سال قبل رسما خواستار جدایی از بارسلونا شده بود و بروفاکس معروف را به باشگاه کاتالونی فرستاده بود، اما کمتر کسی تصور میکرد که با رفتن جوزپه ماریا بارتومئو و آمدن خوان لاپورتا دیگر مانعی برای ماندن او در نوکم مانده باشد، جایی که تصور میشد او تا آخرین روز دوران حرفه‌ایش در آنجا خواهد ماند. اما شرایط مالی نابسامان باشگاه باعث شد تا حتی قبول کسر 50% از حقوقش برای تمدید قرارداد هم چاره کار نباشد و او با چشمان اشکبار از بارسا جدا شود. در این بین پاریسی‌ها که در این تابستان به پناهگاه برای ستاره‌های رانده شده باشگاه‌های بزرگ تبدیل شدند، خیلی زود توانستند مسی را هم به جمعشان اضافه کنند و در نهایت امشب این اتفاق بزرگ رخ داد. بعد از 3 هفته انتظار سرانجام مسی در دقیقه 66 به جای نیمار به بازی رفت تا فوتبال فرانسه شاهد یک لحظه تاریخی باشد. ستاره که احتمالاً امسال هفتمین توپ طلا را با پیراهن پی اس جی خواهد گرفت، هنوز تا پایان راه فاصله زیادی دارد و شاید آن روز که برسد مانند دوران حضورش در بارسا در پاریس هم به یک اسطوره تبدیل شده باشد. افسانه ای که داستانش از امشب آغاز شد. تیم فوتبال بارسلونا در بازی خانگی برابر خطافه به برتری 2 گل دست یافت. در سومین هفته از بازی های لالیگا اسپانیا ساعت 7:30 شام به وقت کابل، بارسلونا در ورزشگاه نوکم از خطافه پذیرایی کرد و سرانجام به برتری 2-1 دست یافت. در این بازی هنوز دو تیم خود را پیدا نکرده بودند که سرجیو روبرتو دروازه حریف را گشود و در همان ابتدای کار حساب را 1-0 ساخت، جایی که در میان سردرگمی خط دفاعی پاس خوب جوردی آلبا بر روبرتو رسید و او در حالی که مدافع خطافه به وی رسیده بود با توپ ضربه زد تا تیمش را پیش بیاندازد. در ادامه کار بازی متعادل تر شد، اما حملات پیگیر دو تیم ادامه داشت. تلاش های خطافه ما در دقایق بعد جواب داد، زیرا پاس عالی کارسالینا سبب شد تا در دقیقه 18 ساندرو رامیرز دروازه ترشتگن را باز کرده و همه چیز را بعد تساوی بکشد. بارسلونا پس از گل توپ و میدان را در اختیار گرفت و حملاتش بیشتر شد تا اینکه در دقیقه 30 به گل برتری رسید. فرانک دی یونگ توپ را به ممفیس دیپای رساند و این ستاره هلندی به زیبایی گل برتری و 3 امتیازی کاتالان ها را به ثبت رساند. البته در نیمه دوم با وجود برتری بارسا و تلاش های خطافه توپ از خط دروازه ها عبور نکرد تا بازی با همان نتیجه 2-1 به سود بارسا خاتمه یابد. با این برتری بارسلونا 7 امتیازی شد و با مثبت 3 تفاضل گل جایگاه چهارم جدول را به خود اختصاص داد. شش شماره ای که احتمال دارد کریستیان در یونایتد بپوشد. کریستیانو رونالدو پس از چندین فصل دوباره به تئاتر رؤیاها برگشت، اما تاکنون شماره او مشخص نشده است. در میان گمانه‌زنی های نقل و انتقالات این فصل فوتبال قاره سبز و ارتباط دادن رونالدو با سیتی و پی اس جی، سرانجام فوق ستاره پرتغالی تصمیم گرفت و خانه سابقش در منچستر بازگردد. او گدواران درخشان را در لباس شیاطین سرخ سپری کرد و راهی سانتیاگو برنابئو گردید، اما تاکنون شماره پیراهنش مشخص نشده است. اما اسپورت 366 شماره را اعلام داشته که احتمالاً کریستیانو رونالدو آن را در اولترافورد خواهد پوشید. 12, 15, 24, 28, 32 و 77 شش شماره هستند که احتمال می‌رود رونالدو آن را در منچستر یونایتد برتن کند. امری که تا هنوز از سوی منچستری ها مشخص نشده است.